خب آقای اسماعیلی، شما چه نظری دارید؟ احتمالات گوناگونی مطرحه برای اینکه پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی چه میتونه باشه، ولی آیا وسعت سرزمینی ایران این موقعیت رو به اسرائیل میده که در حمله موعودش بخواد جمهوری اسلامی رو فلج کنه؟ درود بر شما آقای یزدیان و آقای آریان و ملت دلاور ایران. خب ایران کشور پهناوری است در مقایسه با اسرائیل که بسیار کوچکه. خاصیت دیگر جمهوری اسلامی این بوده که توانایی این برنامه اتمی خود رو پراکنده کرده در مناطق مختلف ایران، قسمت‌هایی از این برنامه وجود داره و همینطور موشک‌ها رو. در نتیجه این کار رو میتونه مشکل بکنه ولی غیر ممکن نخواهد کرد. بستگی داره به اینکه اسرائیل چه اهدافی رو مد نظر داشته باشه. به نظر من علاوه بر اون اهدافی رو که آقای آریان اشاره کردن، یعنی زیرساخت‌های انرژی و همینطور نظامی، بعید نیست که اسرائیل به بعضی از اهداف هسته‌ای هم حمله بکنه، اونهایی که در دسترس هستن، اونهایی که روی زمین هستن و همینطور به خصوص به اهداف سیاسی جمهوری اسلامی. و در این مورد ممکن هست که به بیت خامنه‌ای هم حمله بشه. بنابراین اسرائیل کارتاش رو خیلی محکم نگه داشته. در افراد مختلفی نظیر بنت که شما اشاره کردین، نخست وزیر پیشین و تحلیلگران دیگری از اسرائیل و یا کشورهای دیگر صحبت‌های رو می‌کنن، ولی بایستی به انتظار نشست و دید زمانی که این حمله دقیقاً انجام خواهد شد چه اهدافی رو مد نظر داشته و تا چه حدی در این راه این حملات موفق بودند. و امر مستقیم که به تدریج به طرف یک جنگ گسترده پیش میریم، به خصوص حالا که این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی، به خصوص حماس جهاد اسلامی در غزه و همینطور حزب الله در لبنان، اینها مقدار بسیار زیادی از توانایی نظامی خود رو و همینطور فرماندهی خود رو دست دادن. بنابراین کار اسرائیل رو آسان‌تر می‌کنه، ضمن اینکه خب بعد مسافت هست و مشکلات دیگری که احتمالاً بر سر راه اسرائیلی‌ها خواهند بود. ولی به اعتقاد من اسرائیلی‌ها می‌روند تا اون چیزی که در گذشته از اون به عنوان سر مار یا سر اختاپوس صحبت می‌کردند که بایستی کوبیده بشه، در اون جهت حرکت می‌کنند.